به نام خداوند یکتا سلام و وقتتان بخیر. به آخر خط خوش آمدید. رنگین شدن خط قرمز کشورها برای چگونگی تعامل با حکومت سرپرست افغانستان، آیا امارت اسلامی اصلاحات به وجود خواهد آورد؟ وزارت خارجه ایران میگوید تهران در نقطه برسمیت شناختن طالبان قرار ندارد و ایران و کشورهای منطقه خواستار تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام ساکن در افغانستان است. وزارت خارجه ایران ظاهرا نسخه برای نوع حکومتداری برای طالبان نیز پیشنهاد کرده. سخنگوی وزارت خارجه این کشور امروز در یک نشست خبری گفت که مردم سالاری دینی بهترین الگوی حکومتداری برای حکومت سرپرست افغانستان است. در همین حال وزیر خارجه آمریکا گفته که اگر طالبان خواستار به رسمیت شناختن بین المللی هستند باید سیاست های خود را اصلاح کنند. او از طالبان یک بار دیگر خواسته که از حقوق بشر حمایت کنند، به حرکت های اعتراضی اجازه بدهند، اقدام های تلافی جویانه را متوقف و با تروریسم مبارزه کنند. این در حال است که چند روز پیش روسیه نیز گفته بود به رسمیت شناختن حکومت امارت اسلامی زود است و گروه حاکم باید حکومت همشمول را هرچه زودتر ایجاد کند. اما این خط و نشانهای کشورهای همسایه، منطقه و جهان بیانگر چیست؟ چرا همه در تلاش فشار آوردن بر حکومت سرپرست افغانستان است؟ در این برنامه درباره فشارهای جهانی بر امارت اسلامی بحث میکنیم. از مهمانان برنامه میپرسم آینده ی حکومت جدید افغانستان با این همه اما و اگرها به کجا منتهی خواهد شد؟ مهمانان من در این برنامه آقایان عمران افغان، تحلیلگر مسائل سیاسی، آقای جبار اکبری، فعال سیاسی، و آقای دکتر نصر احمد حیدرزی، آگاه روابط بین الملل، هم از استرالیا در برنامه با ما وصل هستند. کرسی مهمانی گرامی را به بحث خوش آمدید. میگم آقای افغان، اگر بحث را با شما آغاز بکنیم، چرا امارت اسلامی با 4 ماه تلاش نفسگیر هنوز هم نتانسته در مسیر به رسمیت شناختن بین المللی قرار بگیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حمیدا و مصلی و بعد، سلام به شما و سلام به مهمانان گرامی شما و به تمام سامعین گرامی. ببینین حکومت فعلا در افغانستان که تشکیل شد، این تو یک حکومتی بود که 20 سال با جهان در جنگ بود. حکومتی نبود که مثلا بسیار روابط خوب با جهان داشت و یک حکومت نو تشکیل شد و فورا تمام جهان ایره به رسمیت بشناسه. نه تنها که دشمنی از یا از نگاه سیاست بود، بلکه به خاطر نابودی حکومت جهان ائتلاف کرده بود و 20 سال پیش افغانستان اشغال کرده بود و این حکومت سرنگون ساخته بود و این عزم داشت که دوباره این حکومت بروز نکنه و چیزی که مثلا ما میخواهیم باید افغانستان للابد همان قسم بانه. ولی خوشبختانه که تمام امو آرزوهای شومی که داشتن او برآورده نشد و بالاخره از افغانستان رفتن. طبعا یک حکومت جدید دیگه آمد که جهان منافع خود با این حکومت البته نمیبینه، بسیار زیاد دور است و دومی که 20 سال در جنگ بودن و 20 سال یا ای بانه داشتن مثلا به مردم خود میگفتن، پیسه شان را میگرفتن، تکس شان را میگرفتن، فرزندان شان روان میکردن به افغانستان به خاطر جنگ و ویرانی. وقتی که پرسان میکردن که چرا شما در افغانستان جنگ میکنین، میگفتن که ما به خاطر دموکراسی در اوج جنگ میکنیم، به خاطر حقوق زن در اوج جنگ میکنیم، به خاطر از اینکه افغانستان یک پایگاه ما باشه و در اوج ما منافع خود تامین کرده بتونیم. وقتی که پس از 20 سال یا دوباره برمیگردن، نه مبارزه با تروریسم شد، نه حقوق زن شد، نه دموکراسی شان شد. حالا اگر فوراً حکومت جدید با رسمیت بشناسه، چی جوابی به ملت خود بسپارد؟ ولی تنها امریکا با اعضای ناتو چنین چیزی بگوید؟ کشورهای هم مخالف حضور امریکا در افغانستان بود، مانند ایران، روسیه و کشورهای دیگه مثل چین، اینا هم هنوز آماده نشده. ببینید در اینجا در قدم اول 20 سال پیش اگرچه یک تعداد کشورها پسانتر سیاست خود را تبدیل کردن، قسمی که شما اشاره کردین، ولی 20 سال قبل همه جهان با یک زبان یا در اینجا نیروی خود روان کردن یا امو زمینه را مساعد کردن از نگاه لوجستیک و یا از نگاه دیگه، یعنی همکار بودن و همفکر بودن. ای که پسانتر مثلا مفکورهشان تغییر خورد، ای چیزای دیگه ای داره. ولی کشورهایی که در اینجا است یا هم از خود منافع داره در افغانستان و در قدم دیگه نمیتونن که کشورهایی که مثلا چین، اگر ما به طور مثال بگیریم، چین اگر حکومت فعلی افغانستان به رسمیت بشناسه چقدر فایده میکنه، ولی در مقابلش در اوجه با امریکا
بسیار یعنی روابط عمیق اقتصادی داره. بله. ممکن تمام او روابط از دست بده که میلیاردها دلار نقصان بکنه. از این خاطر کشورها آماده نیست، ممکن زیر تحریم آمریکایی ها قرار بگیره. از این خاطر تا بال هیچ کدام کشور جرأت نکرده که تعامل رسمی را با حکومت جدید بکنه. پس انتظار این است که باید اول آمریکا این کلید را بروی امارات اسلامی بگشایه و بزنه به رسمیت بشناسه حکومت را تا دیگه کشورها هم آماده شوند. این تعلق با کشورهایی داره که مثلا یا گپ از استقلالیت میزنه و حقایق درک بکنه که مثلا اگر ما حکومت فعلی را به رسمیت بشناسیم چقدر میتونیم با آینده افغانستان، با مردم افغانستان میتونیم زندگی کنیم، اگر ما زیر فرمان آمریکا باشیم چقدر نقصان میکنیم چقدر فایده میکنیم. این تعلق به رزیا میگیره. خب ولی من به این باور هستم تا زمانی که چراغای سبز از آمریکا نشان داده نشوه فکر نمیکنم که کسی جرأت بکنه و پیش بیاید. حتی همین آمریکایی که ما شکست خوردن میدانیم حالا در این موقف قرار گرفته، در افغانستان به شکل نظامی شکست خورد، ولی او بدون شک که فعلا هم در جهان ابرقدرت نظامی و اقتصادی است، از او کس چشمپوشی کردن نمیتونه. سپاسگزارم. برمیگردم. آقای اکبری، وزیر خارجه آمریکا میگه اگر طالبان خواستار به رسمیت شناختن بین المللی هستند باید اصلاحات به وجود بیارن. فکر میکنین این اصلاحات را که آمریکا به دنبالش است خلاف منافع ملی ماست، خلاف خواست مردم افغانستان است یا نه؟ این اصلاحات میتونه برای بهبود حکومتداری هم نقش خوبی را بازی بکنه؟ به نام خداوند عدالت و آزادی، با درود سلام خدمت شما، خدمت مهمانان در بس، خدمت همه مردم شریف و عزتمند افغانستان. ما فکر میکنم مامانی صاحب که هیچ کشوری عاشق چشم ابروی مردم افغانستان نیست. هر کشور تلاش میکنه در جنگ و صلح افغانستان ببینه. شما در 20 سال پسین از ایالات متحده آمریکا گرفته کشورهای ناتو و کشورهای منطقه، کشورهای همجوار افغانستان، هر کدام از جا به نحو سنگ‌اندازی در قضایای جنگ و صلح افغانستان داشتند، ولی هر کدام از جا تلاش داشتند که از افغانستان به اصطلاح یک برایند یا یک نتیجه نسبی بر مردم خود داشته باشند. در اون زمان هم شما اگر چشم‌انداز داشته باشین، ایالات متحده آمریکا در 20 سال پسین چقدر سرمایه‌گذاری کرد بالای افغانستان، از شهرونداش مالی عکس میکرد و او را میآمد بالای سربازای افغان و بالای سربازای خودش و حتی در ساخت و ساز افغانستان به قول خودشان مصرف میکردند. و حالا وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آقای بلینکن تلاش داره که برای طالبان حتی اظهار کرد که شما سیاست خود یک مقدار اصلاح کنین، سیاست خود یک مقدار شما تغییر بدین، بحث حقوق بشر رو مطرح میکنه، بحث حقوق زنا رو مطرح میکنه، یک سری موارد دیگه که به قول خودشان او را به امارات اسلامی پیشکش میکنه. و ما امیدوار هستم که امارات اسلامی به جای از اینکه دیگرا برش فرمان بده، به جای از اینکه به اصطلاح آمریکا دستور بده که شما سیاست خود تغییر بده، اینا در قسمت سیاست اصلاحی خود برای مردم پیشکش کنن همه چیز واقعیت های عینی جامعه میتونه جزء به اصطلاح اصلاحی سیاست امارات اسلامی باشه که با مردم پیوند بگیره و با مردم عادت بگیره که مردم چی میخواد. و در کنارش ایالات متحده آمریکا چرا خود سیاست خود در قبال افغانستان تغییر نمیده؟ همین آمریکایی که بدبختانه به شرمانه شبنگام افغانستان ترک میکنه، مردم افغانستان در خفقان قرار میده و 35 میلیون افغان که امروز نان برای خوردن نداره اینا رو آواره میکنه. چرا خودش یک سیاست اصلاحی نمیگیره؟ چرا بالای جامعه جهانی، شما امروز میدانید نمونی صاحب بالای جامعه در راست جامعه جهانی کدام کشور است؟ کدام کشور به اصطلاح آب و نان میده جامعه جهانی را؟ کومیا به اصطلاح افغانستان کمک میکنه، میره پولای افغانستان منجمد میکنه و مردم افغانستان در یک تنگنای اقتصادی سیاسی قرار میده. این پرسش بعد از ایالات متحده آمریکا پرسیده شوه که شما امروز به اصطلاح داد از این میزنید که ما نظم نوین دنیا را کنترل میکنیم، ما امروز در حرم قدرت هستیم. و امروز شما میدانید که سه غول اقتصادی سیاسی است که به اصطلاح پاکستان است، همانطور ایالات متحده آمریکا است و روسیه است. اینا هر کدامشان تلاش میورزند که در قضیه حاد افغانستان خود ببینند و هر کدامشان میخواهند که همون پارادوکس یا تضاد منافع خود. شما امروز میدانید که امارات اسلامی به اصطلاح تلاش به این است که امارات اسلامی به دامان ایالات متحده آمریکا گرایش پیدا کنه و به اصطلاح تضرع کنه، ولی مردم افغانستان سیاست تضرع نمیخواد. چرا ما بین خود ما اصلاح نداشته باشیم؟ چرا ما خود ما یک سیاست مدون، یک سیاست کارا، یک سیاست را بتونیم که نیاز نشه که دیگه کشور بر ما سیاست اصلاحی را پیش کنه؟ چرا ما میان خود ما به اصطلاح یک کارشیوه ای را در نظر نگیریم که او منوط به برجسته سازی سیاست خارجی خود ما شود؟ ما یک سیاست خارجی سیاست بله مدون پیش بگیریم. بله. این اصلاح سازی سیاست که امریکا مطرح میکنه فکر نمیکنین به نحوی توهین باشه به اونچه که ما در مورد سیاست میدانیم؟ چون میدانیم بهترین نوع سیاست اگر به گونه درستش عملی شود سیاست یا سیاست اسلامی است که میشه به گونه درست میان مردم و حکومت او را تطبیق کرد، ولی وقتی این گونه اشاره میشه به این معناست که مردم هنوز راضی نشد از حکومت و شما هم سر صداهای مردم را میبینید. چرا اقدام نمیشه روی این مسئله در داخل افغانستان؟ کمکاری در کجاست؟
اول ما انتظار دارم و امید دارم که اول به خدا دوم به امارت اسلامی که اینا فعلا در حرم قدرت افغانستان هستند، در اثر دستگاه دیپلماسی و حکومت افغانستان هستند، اینا وضعیت فعلی مردم افغانستان در نظر گرفته. هر قدر سر و صدا در افغانستان بلند شود، شما مطمئن باشید که به ضرر امارت اسلامی است. امارت اسلامی فعلا در یک تنگناست. از یک طرف امروز پولهایش منجمد شده، از طرف دیگه شما امروز میبینید هیچ کشوری، نه کشورهای اسلامی و نه کشورهای فرا اسلامی و نه کشورهای همسایه و نه کشورهای فرامنسایی بین فرامنطقه‌ای به عنوان مستاق ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها این امارت اسلامی را به رسمیت میشناسند. اینا هر کدامشان تلاش میکنند که حضور، حتی یکیش فشار اقتصادی وارد میکنه و دیگهش دستور میده و دیگهش تلاش میکنه که همین کشورهایی که به اسلام میخوان که یک وضعیت خوب به افغانستان حکم فرما شود، اینا را اختار میتن. شما امروز میدانید که همین کشورهای اسلامی، کشورهایی که چند قبل شما مستظر بودین که در اسلام آباد یک به اصطلاح یک کشورها بین خود یک تجمعی داشتن و اونجا نسبت به وضعیت فعلی افغانستان اینا خواستن که صحبتی داشته باشن، کشورهای همکاری اسلامی و در اونجا شما دیدین که هیچ کشور اسلامی نتونست که حداقل صدای داشته باشه نسبت به افغانستان، به خاطر از اینکه همه دم و دستگاه اونا امروز بستگی به ایالات متحده آمریکا داره. ولی من فکر میکنم که نیاز به این میره که ما سیاست خود فربی بسازیم، اون سیاست ما، در اون سیاست ما منافع ملی ما تعریف شوه، منافع شهروندان افغانستان تعریف شوه، رضایت قناعت مردم افغانستان در اونجا در نظر گرفته شوه تا امارت اسلامی سیاستش برجسته‌تر شود، حکومتش برجسته‌تر شود، حتی ما بتونیم از داخل خود ما خود وقتی که خود ما خودکفا شدیم، خود ما خود ساختیم و خود ما به اصطلاح به دنیا نشان دادیم که نیاز نیست که شما ما را به رسمیت بشناسید. افغانستان امروز سرزمین امانیسای متنوع از اقوام و اقشار مختلف است و این مزایا به اسلام میتونه که یک مقدار فاصله هایی که حتی در گذشته ما شما دیدین که مردم با حکومت های گذشته جدال داشت. چرا؟ به خاطر از اینکه به اصطلاح رضایت شهروند، قدرت شهروند اونجا فراهم نمیشد. امیدوار هستم که این رضایت امارت اسلامی بتونه برای طرف، برای ایالات متحده آمریکا که امروز به اسلام میخواد که بر ما نقشه کار نشان بده، به اونا بفهمونه که ما در کنار ما هستیم، ما خود ما میتونیم سیاست خود را بسازیم. سپاسگزارم، برمیگردم به شما. آقای حیدرزای سلام بر شما، تشکر از اینکه در بحث با ما هستین. چقدر ممکن میبینین که اصلاحات به میل امریکا در سیاست افغانستان شکل بگیره؟ عرض سلام خدمت شما و مهمانان محترم در استودیو و همچنان بینندگان محترم برنامه شما. ممنون. ببین، آنچه که ما در مورد افغانستان در شرایط کنونی مورد بحث قرار میتیم، بحث شناخت بین المللی یا برسمیت شناختن حکومت فعلی افغانستان در سطح بین المللی است که این واقعا دو بود عمده را در بر خود دارد. یکی که مشروعیت بیرونی را کسب بکنه و این مشروعیت در بود دومیش ربط مستقیم با مشروعیت داخلی دارد. ما وقتی که بحث را به رسمیت شناختن مطرح میکنیم، در واقع ما از یک روند و از یک فرایند دولت سازی صحبت میکنیم. خود بحث دولت سازی در سیاست یک مبحث بسیار بزرگ هست. در پی واژگون شدن نظام جمهوری قبلی و به وجود آمدن حکومت امارت اسلامی، بله، ما یک دگرگونی بنیادین شاهدش هستیم. بنان ما امروز اردویی که در گذشته وجود داشت، پلیس ملی، ارگان‌های امنیتی، قضا و همونطور تمام بخش‌های حکومت که به شکل منفرد ساخته شده بودن و توقعات از او به دستگاه‌ها می‌رفت، ما امروز به شکل عمو ساختارها را داریم که فعلا کنشگران در قالب از او ارائه خدمات انجام میدن. بله. ولی یک بحثی که خیلی اساسی است و ای است که در روند دولت سازی آنچه که از دید ایدئولوژی و فکری برای سران امارت اسلامی مطرح هست چی هست؟ اولا در داخل خود به توافق باید برسند که نوع نظامی را که اینا در نظر دارن چی هست، یک تعریف مشخص باید ازش وجود داشته باشه. یک چیز دیگه را که من میخوام اشاره بکنم این است که توقع زود هنگام از همچی یک کاری که بتونه قناعت بین المللی و در عین زمان قناعت 35 میلیون نفوس افغانستان فراهم بکنه تا یک شب و یک هفته و یک ماه غیر قابل متصور است. با عنوان مثال، ما در همسایگی خود انقلاب ایران داریم. وقتی که حکومت رضا شاه پهلوی سقوط میکنه و انقلاب اسلامی پیروز میشه، شما ببینین بین سقوط یا ساقط شدن نظام قبلی و به وجود آمدن و کارا شدن نظام جدید اسلامی چقدر زمان برد. این یک روند مشخص و از قبل تعیین شده است. ما سراسیمگی را که امروز در فضای افغانستان و در از آدرس افغانستان در فضای بین المللی شاهدش هستیم، این یک امر طبیعی است.
بنان ما اردویی که امروز هم که ذکر کردم داشتیم نداریم و فعلا امارات اسلامی در صدد ساختن اردوی 100 هزار نفری است. خود ساختن اردو جز و یا یک پروژه از دولت سازی هست. بنان در بود حکومتداری و دولتداری آقای حیدرزای مشکلات زیاد هنوز باقی است. بنیه های اساسی نظام ساخته نشده، قانون اساسی، نوع نظام، چگونگی انتخاب رهبر و موارد دیگه بسیار زیاد است که هنوز وجود نداره. حکومت سرپرست است، این یک بخش از معضل است که صحبت میکنیم. ولی در همین شرایط که امارات اسلامی خواهانی است که باید از سوی جهان به رسمیت شناخته شود و امارات اسلامی میگه که ما تمامی شرایط را تکمیل کردیم که باید جهان ما را به رسمیت بشناسه، خب حالا چی کاری باید بکنه؟ آیا بر مبنای آنچه اصلاحات امریکا میگه به پیش بره یا نه؟ اگر همین گونه عدم تمکینش را ادامه بده در مورد این خواست ها میتونه نتایج خوبی برای آینده افغانستان داشته باشه. ببینین، چیزی را که امریکا میخواه ترویج نوع نظام لیبرال دموکراسی هست. امو رقمی که در اعلامیه های خود و در مصاحبه های خود وزیر خارجه ایالات متحده امریکا و به ترتیب مقامات مختلف ایالات متحده امریکا مسائل را که عنوان میکنه بیشتر مرتبط به مسائل حقوق بشری، حقوق زنان، آزادی بیان و امثال هم است و این در واقع مؤلفه های مرتبط به ارزش های لیبرال دموکراسی هست که امروز در سطح بین الملل آمریکا به عنوان سردمدار این فرضی سیاسی قرار داره و کماکان از این دفاع میکنه و به ترویجش خود مکلف میدانه و همچنان این کار ادامه میده. توصیه هایی که بلینکن ارائه میکنه در واقع نوعی از ترویج امو ایده سیاسی یا ایدئولوژی سیاسی است که اینا امریکا بر او استوار است و به عنوان یکی از کنشگران بزرگ در سطح بین المللی میخواید ایره ترویج بکنه و تاکید بکنه روی نقش خود. ما شاهد از این هستیم بعد از جنگ جهانی دوم به می ترتیب تا جنگ سرد، دوره جنگ سرد ما بحث هژمون داشتیم که قدرت های بزرگ جهان کوشش میکردن تاثیرگذار باشند و در اوج ایده های فکری مثلا ریالیزم که کوشش میکردن که مثلا برای افزایش اقتدار دولت ها تمرکز بکنن، در مقابل از او مثلا ایالات متحده امریکا با ارائه فکر یا تیوری یا نظریه لیبرال دموکراسی اینا کوشش کردن که زمینه بازار آزاد و همکاری بین کشورها را به وجود بیاره تا زمینه برای جنگ و برای بحث نظامی مطرح نشه و خود ایجاد فرصت های اما اصطلاح انگلیسی که interdependence میگن یا در هم وابستگی بین ملت‌ها کوشش میکنن که از افغانستان در این مقطع زمانی استفاده قسمی بکنن که مثلا در گذشته اگر حکومت جمهوری گذشته را اینا تمویل میکردن، کمک میکردن و اونا را با تمویلای مکرر خود وامی داشتن که برای مو ارزش های لیبرال دموکراسی اینا احترام قائل باشن و برای از او پیش برن، اینا کوشش میکنن از نوع هژمون و امو تاثیرگذاری خود تشویق بکنن امارات اسلامی را تا امو هزینه را که برای دولت جمهوری اینا داشتن او را دیگه حداقل از طریق فشار خود بالای افغانستان تحمیل بکنن. ولی فکر کنم چیزی که برای افغانستان مهم است بحث ازی است که در داخل اینا اول فکر بکنن ببینن که چی نیاز هست. بله، صدای ما را دارید؟ بله بله، بفرمایید آقای حیدرزای، صدا شما. در داخل امارات اسلامی اول به این توجه بکنه که در داخل وضعیت چگونه است، بین خود تا کجا به تفاهم رسیدن، چون ما میبینیم که امارات اسلامی به عنوان یک به شکل نهادی مسائل مثلا مطرح نکردن، به شکل ابتداییش مثلا به جنگ ها پرداختن و با می ترتیب مثلا ما در صحبت های قبلی خودم گفتیم کسایی که مثلا در خط نبرد بودن اونا دفتن آمدن مسئولیت تامین امنیت ها گرفتن، بنان خلاها زیاد داره. امور رقمی که شما در ابعاد مختلف می بینین که اینا فعال است، طبعا سیاست گذاران و که اراکین بلند رتبه مصروف از این هستن تا روی توقعات جهان، روی ای که چی نقصه از مثلا نوع نظام برای افغانستان پیشکش میشه یا پیشنهاد میشه سر از او تفکر بکنن و بالاخره این انعکاس بتن روی افکار خودشان از دازه سپاس گذارم شما قایم در سایی اجازه بدهیم چی یک نوع نظام مثلا میخواه در افغانستان تدبیر ممنون شما سپاس گذارم مسائل دیگر ممنون تان برمی کرده با شما. آقای افغان،
خط و نشان های کشورها با گذشت هر روز برجسته میشه، ولی فکر میکنین که امارت اسلامی در همین شرایطی قرار گرفته؟ مثلا بس اقتصادی هم نگران کننده است و این بحران مشروعیت هم یک مقدار میتونه برای نوع حکومتداری مشکلات زیاد را ایجاد بکنه. چقدر مجبور میبینین که در همین شرایط به بعضی از خواست هایی که معقول است باید تن داده شود؟ مثلا اشاره میکنه وزیر خارجه آمریکا، میگه که شما مثلا حقوق از حقوق بشر حمایت بکنین، برکت های اعتراضی مردم اجازه بدین، اقدام های تلافی جویان را متوقف بکنین، با تروریسم مبارزه بکنین. یعنی چیزهایی هم است که فکر نمیکنین مسائل بسیار مهم هم باشه و مردم افغانستان هم چنین چیزی را بخواهد؟ ببینین مسائلی که فعلا آمریکا رو مطرح میکنه، اگر ما فرضاً بگیریم امارت اسلامی بر افغانستان حاکم میشد بدون کدام توافق، مثلا سر کابل تصرف پیدا میکردن و امریکایی ها اموتو میبر آمدن، اگر بر رسمیت نمیشناختن میگفتن که هیچ ما کدام توافق نامه با شما نداریم، شما با تروریسم مثلا کدام تضمین به ما ندادیم. ولی امارت اسلامی ما عملا دیدیم که کتشان توافق نامه را امضا کرد، حتی در وقت خروجشان امنیتشان گرفت و خود از یا اقرار میکنه، اعتراف میکنه که در 14 ماه یک عسکر ما کشته نشده و فعلا 4-5 ماهی که میگذره تا بال کس ثابت هم کده نمیتونه که مثلا دیگه گروه های تروریستی باشه و خاک افغانستان از امنیت دیگرها استفاده کرده باشه. یعنی این چیزهایی بود که امارت اسلامی او را کرد. اما در بخش حقوق بشر اگر امارت اسلامی مثل دیگرها که حکومت میگیره حاکم میشه و تمامی امو دشمنای خود و یا به اصطلاح مخالفین خود میگیره یا میکشه و یا در زندان ها مندازه، اگر امارت اسلامی همچو پالیسی را میگرفت باز جهان میگفت که شما باید ایتو نمیکردین، به حقوق بشر مثلا احترام میگذاشتین، چقدر عساکری که کت شما بودن باید عفو میکردین. این را امارت اسلامی کرد. در بخش حقوق زن اگر مثلا امارت اسلامی می آمد می گفت که مثلا ما فعلا مکانیزم نداریم، چقدر زنایی که در حکومت هستن همه ایشان منفک در خانه بشینن، وقتی که مکانیزم ساختیم پس بیان به کارشان شروع میکنن. جهان می گفتن مثلا که شما تا زمانی که مکانیزم می سازین حداقل یار منفک نمی کردین، در وظیفه ایشان می بود، آزری را امضا می کرد، تنخواهشان می گرفت. ولی بدون از اینکه فرمایش جهان بده امارت اسلامی این تنازل کرد، این اصلاحات آورد. در بخش آزادی بیان اگر امارت اسلامی مثلا می آمد تمام تلویزیون ها را بند می کرد یا سر خبرنگارا پایبندی بسته می کرد که مثلا ریشتان را نتراشین یا نکتاییتان را بسته نکنین، همه مردم چیغ می زدن که شما باید این را می کردین، این اصلاحات را می آوردین که جهان شما را به رسمیت می شناخت. ولی قبل از اینکه جهان به این اشاره بکنه امارت اسلامی تمام چینل ها را واگذاشتن، هر کس مثلا مطابق میل خود می تونه که امو به اصطلاح آزادی شخصی خود داشته باشه، امارت اسلامی مثلا مداخله نمی کنه. این تمام چیزهایی بود که امارت اسلامی به خاطر تنازل، به خاطر کشور و به خاطر تعامل با جهان کردن. ولی امروز جهان دیگه بهانه را میگیره. اگر فردا امی مثلا اگر که یک تعداد چیزها به نقص ما نیست، به نفع ما است، اگر امارت اسلامی تمام این خواست های ازیا را برآورده بسازه، این تضمین کی میده که دیگه فرمایشات نوشان نمیه؟ به این اساس امارت اسلامی که نه سیخ بسوزه و نه کباب، یعنی بسیار سختی هم نکرد و فعلا بسیار هر گپی که او میزنه که امو آزادی و استقلال ما زیر سوال بره او تهم نمیکنه، لذا امورای وسط گرفته، فعلا بال در میدان جهان است. اگر واقعا یا مدعی حقوق زن هستند، مدعی حقوق بشر هستند و اگر با تعهدات خود مثلا قائم هستند، بیاین به رسمیت بشناسه، تعامل رسمی بکنه و به مرور زمان هر چیزی که هست این حکومت خودش درک میکنه، مثلا که باید حکومت همه شمول تشکیل شوه، مثلا دیگه وسیع‌تر شوه و حکومت هم فعلا میگه که حکومت ما ایتون نیست که قائم و دائم نیست، حکومت بله. سرپرست است، میتونیم به مرور زمان دیگه تغییرات بیاریم. شما ببینیم کشور ایران وقتی که انقلاب اسلامی شان رخ داد چقدر با مشکلات مواجه بودن، پس از تقریبا چند دهه میگذره و تا بال نتونستن که حکومت همه شمول تشکیل بده، فقط یک قوم و یک فکر و یک مذهب در اوج حاکم است. ولی در افغانستان 4 ماهی نگذشته با از تمام اقوام اگر چی نباشن، یعنی بیشترینشان نباشن، ولی یک یا دو نماینده حداقل داره، حتی از مذاهب مختلف در اینجا نماینده داره. در 4 ماه یا مثلا تونستن که امنیت برقرار بکنه ایران، با وجود از اینکه مثلا چند ماه و چند سال گذشت و نتونستن که امنیت تامین بکنن، بسیار انفجارات وسیع در پارلمان هایشان و بسیار رهبرایشان کشتن، ولی امارت اسلامی با امکانات کم
تانستن که امنیت تامین بکنه، تانستن که حکومتی نسبتاً فراگیر تشکیل بده، تانستن که مثلا او کسی که اعتراض میکنه به جای ازی که در ایران مثلی که سرکوب میشه سرکوب شوه. این فعلا بسیار یک تنازل وسیع امارت اسلامی از خود نشان داره. فعلا جهان باید پیش بره و تعامل بکنه. پس چی میخواه جهان بیشتر از این؟ بیشتر از این ما گفتم که 20 سال ایا جنگیدن، بله. فعلا بهانه‌ای برای ملت خود نداره، دشمنی دارن. دیجا مثلا بسیار تلفات سنگین دادن، درست. 40 سال 20 سال یا دروغ گفتن، تبلیغات کردن، مردم خود گفتن که یا تروریست هستن، وحشی هستن، مثلا چیز از انسانیت نمیدونن. ولی اگر فعلا فورا به رسمیت میشناسه بدون از اینکه اون منافع از جا مثلا مد نظر بگیره، طبعا جواب به ملت خود نداره. به این اساس فعلا ایتو توقعی ما بسیار زود نداشته باشیم که در یک ماه و دو ماه، شاید تا بهار تا یک سال ای در بر بگیره. ولی نهایتا جهان هم مجبور است، به جز از او دیگرایی نیست و امارت اسلامی هم آمادگی از خود نشان داده. بسیار مشخص آقای افغان، مشکل دشمنی امریکا و حامیانشان با امارت اسلامی است یا ضعف دیپلماسی امارت اسلامی در این زمین است، یا توافقنامه‌ای که شما یاد کردین او نقض شده، یعنی حکومت قبلی کاملا از هم پاشیده، نوع نظام و بر مبنای یک توافق و گفتگوهای میان افغانان حکومت جدید شکل نگرفته. و خب یک از موارد هم اشاره میشه این است که بر مبنای توافقنامه دو اگر می بود باید یک حکومت مشارکتی میان رهبران حکومت پیشین و امارت اسلامی باید شکل می گرفت. ببینید دیگه عوامل مختلف است. عوامل دشمنی طبعا او خواست بغض و حسد که داره این زود از سینه شان نمی برایه. ولی نقض توافقنامه دوحه هم است. اگر توافقنامه دوحه قسمی که نوشته شده عملی می شد، امروز این وضعیت ما مثلا شاهد نمی بودیم. اگر در ظرف 10 روز 5000 زندانی رها می شد، اگر در ظرف 3 ماه مثلا یا چی میکردن تمام زندانیا را رها میکردن و در اینجا تیم تشکیل میدادن، در اونجا با مذاکرات میرفتن، سر مسائل فروعی وقت کشی نمیکردن و میامدن سر اصل محتوا بحث میکردن و امریکایی ها در چهارده ماه میبرامدن، فکر میکنم این مشکلات امارت اسلامی به این تمایل نشان داده بود. ولی قسمی که امو حکومتی که در اینجا امریکا شانده بود و یک فکر نداشتن، یک مسیر نداشتن، اهدافشان مختلف بود، سر یک تیم جنجالایشان بود، لذا امون ناکامی حکومت سابقه پس برمیگرده به امریکا که چرا تو یک حکومت تشکیل داده بود که مثلا سه شاخ و چهار شاخ داشت و مثلا یک فکر نداشت، سر یک تیم متفق نمیشودن، مثلا رئیسشان یک گپ میزد، معاون اولشان دیگه گپ میزد، رئیس شورای امو چی مصالحهشان دیگه نظر داشت. این جنجالا پس برمیگرده به امریکا که چرا مثلا سر تو یک حکومت وقت خودم ضایع کرد، خودم شرمان به بی‌عزتی و بی‌ابرویی به افغانستان برآمد و مشکلات به مردم افغانستان هم خلق کرد. سپاسگزار هستم. برمیگردیم آقای اکبری، چقدر صحبت هایی که آقای افغان میکنه واقعیت های عینی افغانستان است، مثلا و واقعا تنازل کرده امارت اسلامی، مثلا در مورد آزادی بیان، حقوق زنان، در مورد حقوق بشر و در مورد عفو عمومی که صورت گرفت، اینها واقعا دیده نمیشه در نظر جهان. چرا واقعا شما مشکل در کجا میبینین؟ باور نداره به امارت اسلامی جهان که به رسمیت نمیشناسه، یا دشمنی به حد عمیق است که میخواد از همین خلا یک نوع دیگه فشار را بالای کسانی که خب اونا دشمن خود میخوانه وارد بکنه؟ اول ما میخواهیم یک چیز از هان کنم که در این جای شک نیست که بدبختی افغانستان از سوائل تا این دم بستگی با آمریکا داشته است. آمریکا هیچ گاهی نخواسته است که افغانستان یک سیاست داشته باشه که در محوریت او سیاست مردم افغانستان بپیچه و در او سیاست منافعشان تعریف شود و یک افغانستان خودکفا باشه. یک حقیقت این کار ناپذیر است. یک بس. بحث دومی که زمانی که امارت اسلامی به کابل آمد، من در یکی از رسانه‌ها چند تا گپ مهم به امارت اسلامی داشتم. اولی گفتم وقتی که شما به کابل آمدید به سایر ولایات شما میگذاشتین که درب مکاتب باز می بود، شما وزارت امور زنان را به جای خود میگذاشتین، ایراد تغییر نام نمیدادین، بعد وزارت امر بالمعروف یک وزارت دیگر جای زیاد بود به نامش، و همچنان بحث حقوق زنان را شما میگذاشتین که زنان میرفت سر کار کار میکردن در کنار شما، و این شما برای جهان ثابت میساختین برای دنیا که دنیا از شما دیگه چی میخواست. وقتی که شما این کارا را میکردین
باز در اون زمان شما میتونستین که دنبال ازی باشین که آیا واقعا جهان دنبال فرصت است، آیا جهان میخواهد که در برابر شما یک سیاست دیگری به پیش ببره که شما بسلا به اونا تضرع کنین که پس دوباره اونا به افغانستان بیان و در کنار شما پس سیاست مرموز و سیاست اقتصادی خود دنبال کنن. این چند تا موضوعاتی بود که ما تا چندین بار از طریق همین تریبیون و سایر تریبیون ها به امارت اسلامی پیشکش کردیم. ولی آقای افغان میگه در مورد زنان مثلا میگه ما یک چارچوب یک مکانیزم امارت اسلامی میخواد بسازه و زنان میتونه کار بکنه. این مقام های امارت اسلامی هم بارها گفته، ولی همین اکنون بانوانی که وظیفه دولتی داشتن اگر به وظیفه نمیرد حداقل تنخواه خود خوب به دست میگیره. خب بدون تردید وضعیت افغانستان شما میدونید، افغانستان امروز زیر خط فقر 94 درصدی است. در زمان حکومت آقای غنی اگر اقتصاد افغانستان 86% بود اما تا 90% در زمانی که امارت اسلامی به کابل آمد این 94% شد و این یک واقعیت عینی است. درست. و مردم افغانستان امروز نان برای خوردن نداره. ما چندین بار به امارت اسلامی صدا بلند کردیم که شما فرصت بگذارید به خانم ها. امروز ما خانواده های آدرس داریم، ما خانم های آدرس داریم که اونا بچه هایشان در این نظام در نظام قبلی شهید شدند، بچه هایشان به خاطر حراست دمی خاک توسط بگونه های مختلف شهید شدند و خودشان امروز نانوار فامیل ندارند و خودشان امروز کودکان در دامانشان هستند. وقتی که اونا کار نکنند، وقتی که اونا به بازار نرن، وقتی که اونا به اسلام مراودات نداشته باشند با جامعه و با اسلام شهر، خب طبعا اونا گرسنه میخوابند و این یک سری واقعیت هایی است که باید این امارت اسلامی باید بپذیره و برای مردم افغانستان تمکین بده. در مقابلش مردم افغانستان به خواست آنچه که دنیا امروز از امارت اسلامی، شما امروز میدانید که از نقطه نظر به اسلام رابطه بین الملل دو مؤلفه برای شناسایی به امارت اسلامی است که یکی مؤلفه دو جور است، یکی مؤلفه دو فاکتو است که از دو جور امروز به اسلام دو جور دو فاکتو بس است که شما باید مشروعیت داخلی را کسب کنین که امارت اسلامی یک واقعیت عینی است. فعلا بر جغرافیای افغانستان تسلط پیدا کرده، 34 ولایت افغانستان تحت سیطره‌اش است. یکی بس دی فاکتو است که بس شما باید مشروعیت بین المللی کسب کنین، مشروعیت به اسلام فرامنطقه‌ای کسب کنین که شما دنیا را به رسمیت بشناسید، شما واقعیت‌های عینی جامعه را درک کنین، شما شرایط فعلی افغانستان و مردم افغانستان را درک کنین. بس این چگونه در آقای افغان میگه کارهای بسیار بنیادی صورت گرفته در این زمینه و نمیشه در اینقدر فرصت کم همه چیز سر این ما میپذیریم. امانی صاحب که افغانستان یک تحولات سیاسی را با خود داشت و وضعیت کاملا تغییر کرد، نظام آقای غنی سقوط میکنه، امارت اسلامی میآید، این به اصطلاح این ما میپذیریم. یک وضعیت بود کاملا تغییر کرد، اقتصاد ضعیف شد، سیاست افغانستان هم تو تضعیف شد، فرهنگ افغانستان یک مقدار افغانستان در رویارویی با جهان قرار گرفت. بله. ولی من فکر میکنم به خاطر پرکاری ازی، به خاطر ازی که امارت اسلامی باید همین یخها را بشکنونه، امارت اسلامی باید تلاشش باشه که مردم افغانستان رضایت شه. مردم افغانستان امروز امارات اسلامی بالای کی حکومت میکنه؟ امارات اسلامی بالای همین مردم است، همین ملت است که حکومت ها را شکل میده. وقتی که مردم نباشه شما با دیوال ها حکومت میکنید. ما چندین بار میره به امارات اسلامی حتی با سرانشان پیشکش کردیم، در یک مجلس بسیار کلان بودیم به عنوان یک جوان، به عنوان یک کسی که ما در این جغرافیا هستیم، نه فرار کردیم و نه راه فرار را به پیش داریم و میخواهیم که در این وطن باشیم. دوشادوش ما حکومت خود استقبال میکنیم، امارات اسلامی فعلا زعیم هستند، اینا در اصل هستند، ما حکومت خود استقبال میکنیم چون انمی حکومت است که مردم است. منو به ای که اینا تلاششون به ای باشه که یک نقشه سیاست به پیش بگیرن که رضایت مردم افغانستان در نظر داشته، در کنارش مشروعیت بیندلی کسب کنن. وقتی که اینا مشروعیت بیندلی کسب کردن و اون خلاها و اون نقاط ضعفی که جهان نسبت به امارات داشته او را به اصطلاح اینا پر ساختن، دقیقا سیاست زیاد برجسته میشه و همان طور اینا را دنیا به رسمیت میشناسه و اینا به اصطلاح یک حکومتی میسازن که او حکومت بتونه منافع تک تک شهروندان افغانستان به اصطلاح دنبالگر باشه. سپاسگزارم ممنون. آقای حیدرزی، آقای افغان میگه که اگر امارت اسلامی همه خواستهای جامعه جهانی را بپذیره، این به این معناست که باز در آینده هر خواستی که داشته که مجبور پذیرفته بره. افغانستان یک حکومت مستقل داره و تصامیم داخلش را باید مستقلانه بگیره، نه به فرمایش کسی دیگه، و این یک بخش مهم از حکومتداری با استقلال هم است. ولی بعضی از کشورها میگه هرگاه مردم افغانستان حکومت حاکم در افغانستان را پذیرفت، ما هم میپذیریم. فکر نمیکنین که اگر واقعا یک راهی برای کسب مشروعیت داخلی پیدا شود و دنبال شود سوی امارت اسلامی، دیگر بهانه تراشی هایی که کشورهای مغرض داره پایان پیدا بکنه؟ یقینا به نظر ما خیلی مشهود و واضح هست. بهانه تراشی هایی که به اصطلاح مهمانان در استودیو و شما از طرف جامعه بین المللی در رأس ایالات متحده آمریکا، که بازم برمیگردم به صحبت قبلی خود که بیشتر ترویج امو مفکوره نظام لیبرال دموکراسی را داره، که در نظام لیبرال دموکراسی بحث حقوق بشر، آزادی بیان، بازار آزاد، آرای مردم، حقوق زن، اطفال، این مسائل در او مطرح هست.
بله. اونا کوشش میکنه قسمتی از صحبت های قبلی که دوستا در برنامه مطرح کردن ای که تکس گرفتن از مردم خود در 20 سال گذشته پولایی را که اینا خرج کردن در افغانستان بیشتر عنوان پروژه هایی کردن که خدمت شما یک یک به عنوان ارزش های نظام لیبرال دموکراسی عرض کردم. بله. حالا اینا بعد از سقوط همه چیز که فکر کنم یک بحث بسیار کلان دیگی نیاز داره که آدم میره بحث بکنه که چگونه ایالات متحده آمریکا با توافق دوحه بعض مسائل مثلا تایی کردن و بالاخره تا یک توافقی اینا کوشش کردن که یک نظام همشموله در افغانستان به شمول حکومت یا مقامات حکومت جمهوری سابقه شکل بدن که متاسفانه در آخر اوت یک چیز صورت نگرفت. یک بحث جداگانه است، ولی چیزی که مهم است این است که در داخل امارات اسلامی یک مقدار باید امور خیم که دوستان مطرح کردن که از خود توازنشون داده و از خود یک مقدار از خودگذری و از او تندروی هایی که در گذشته مردم افغانستان تجربه شده داشته در دوره جدید همسو با او حرکت ها اقداماتشون دیده نمیشه، خیلی انعطاف پذیری وجود داره. فکر کنم که یک مقدار اگر خودجوش بعضی کارها را از قبل انجام بتن، ببینیم ما در روند دولت سازی قرار داریم. بله. خواهی نخواهی این فعالیت ها وابسته است با هم دیگر. خوب است که با درک عینیت های جامعه امور رقمی که دوست ما مطرح کرد یک مقدار بیشتر توجه صورت بگیره. ادعای شک نیست که یک مقدار کار صورت گرفته، امور رقمی که من در ابتدا تذکر دادم در این شرایطی که مثلا یک سربازی که در خط نبرد در خط مقدم جنگ میکرد آمد مثلا مسئولیت امنیت در کابل گرفت که طبعا از لحاظ تکتیکی و لوجستیکی هم تفاوت های خود داره. بنان شما نمیتونیم در یک شب و یک هفته توقع زیر داشته باشین که همه چیز اونا انجام بده. بنان یک تعادل بین این هر دو باید در نظر بگیریم. و از طرف دیگه نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه جامعه جهانی میبینن، میخواین مشاهده بکنن. همین مدت یک سال را که دوستان مطرح کرد حداقل یک سال نیاز است که تا عملکرد حکومت امارات اسلامی در افغانستان در انظار بین‌المللی به مشاهده قرار داده شود تا حداقل اما توجیهات را که اونا مطرح میکنن تا یک مدت طولانی مورد بازرسی قرار داده شود و بالاخره تا یک نظر دستجمعی در سطح بین المللی را مطرح بکنن. از طرف دیگه بحث خروج ایالات متحده آمریکا در افغانستان یک بحث جنجالی هست. دوستا به عنوان شکست نظامی بر از اونها ایره مطرح میکنن و از طرف دیگه میتونه یک به امور رقمی که خلیلزاد در یکی از صحبت های خود گفت که افغانستان دیگر برای ایالات متحده آمریکا یک پروژه پرمصرف و بدون بازدهی بود. بنان ایالات متحده آمریکا در صدد از این بود تا این مصرف اضافی را که سالها میلیارد دلار به سکتور امنیتی و به این ترتیب به سکتورهای مختلف افغانستان تزریق میکرد از این شانه از این بار بزرگ و هنگفت مالی شانه خالی بکنه، تن داد به معادله سیاسی که آخرش مثلا نتیجهش شد که امارات اسلامی به قدرت رسید. این که آیا این توقع میرفت که میتونه یک چیز صورت بگیره یا در بین یک معادله به شکل درستش محاسبه نشده بود این یک بحث جداست، ولی نیاز میره هم در داخل و هم در بیرون. من مطمئن هستم که مقامات امارات اسلامی هم توقع از این ندارن که حداقل در یک سال آینده اینا به رسمیت شناخته شن، به دلیل از اینکه اینا مثلا که بحث عداوت و حسادت هم وجود داره که مثلا به عنوان شکست نظامی به طور مثال برای یک سرباز امارات اسلامی خروج ایالات متحده آمریکا شکست مطلق هست و فکر کنم حق هم داره چون او در دمی جریانا قربانی داده و با مشکلات مواجه بوده و امروز اگر مثلا در کابل قدم میزنه فکر کنم که امو شعار را که سرمیتا که گویا ما ایالات متحده آمریکا را کشیدیم فکر کنم اگر در اصل اگر واقع بینانه نباشه دخل بر از او فکر کنم که ای قابل درک هست. بنان به نظر من ایالات متحده آمریکا میخواد از این فرصت استفاده بکنه و به می ترتیب اگر این فرصتی که در نظر گرفته شده نه تنها از ایالات متحده آمریکا بلکه از منظر جامعه جهانی اگر در داخل افغانستان هم یک مقدار روی اصلاحات کار صورت بگیره، من به جزئیات عمل کرد داخل نمیشم، دوستا بیشتر مطرح کردن، به نظر من یک مقدار اصلاحات گنجایشش وجود داره که صورت بگیره. بسیار خوب. با توجه به اینکه خیلی کارها صورت گرفته و یک مقدار اگر این فعالیت ها سرعت داده شود تا حداقل قناعت مردم در داخل حاصل شود و به ترتیب
مشروعیت داخلی اگر مساعد شد بر مبنای از میتونه مشروعیت بیرونی به دست بیاره. بله، ولی اگر دیگر کشورها این جرأت را نداشته باشه که پیش از ایالات متحده تصمیم بگیره برای مشروعیت دادن به امارت اسلامی و از طرف دیگه آمریکا به دنبال بهانه تراشی باشه و هر روز پشت بهانه هایی بگرده و در پی گرفتن قصدگیری باشه که در 20 سال در افغانستان ضربه دیده، در این صورت با فکر میکنین چقدر مجبور خواهد شد در همین شرایط امارت اسلامی که به برخی از خواستهای امریکا هم اقدام بکنه و تن به تبع خواستهایشون؟ ببینید، ما کلا با بحث قصدگیری و خصومت و عداوت یک مقدار از دید روابط بین الملل به دیده شک می نگرم، به این معنا که در بحث روابط بین الملل روابط دولت ها وجود دارد. وقتی که در داخل افغانستان امارت اسلامی امروز به عنوان دولت مطرح هست، دیگه بحث شکست خوردن گذشته و اینا حداقل در معادلات روابط بین الملل مفهوم پیدا نمی کند. بیشتر بحث از این است که در دهکده جهانی با ارزش هایی که در سطح بین الملل مطرح است و این بحث های حقوق بشر، حقوق زن، آزادی بیان و بحث مردم سالاری و اینا بحثی است که در سطح جهان اگر شما ببینید کشورهای دیگر اسلامی را هم ما نمونه هایش داریم. فکر کنم که در داخل افغانستان امارت اسلامی بیشتر روی از این کار بکنه که چگونه یک نوع نظام را که حداقل در او بحث شرعی هم مطرح باشه و بحث آرای مردم هم یا رضایت مردم هم که همون بحث ولسواک یک دولت بله. ولسواک که فکر کنم در جامعه افغانی هم سابقه از او بوده و ما و شما تجربه از او داریم ممنون. و همگی طرفدار از او است. بنان پس اگر بر جواب مختصر سوال شما بر بگردم، در سطح بین الملل بحث عداوت و اینا وجود نداره، فقط ظرفیت سازی هست. همین روند انتقادات و اینا که انتقاد صورت میگیره، یعنی بخش باید اصلاح شود، یعنی بخش باید اصلاح شود، در تا یک سال مکمل من فکر کنم یا بیشتر از او کمتر از او، اینا کوشش میکنن که امو فرمایشات را ارائه بکنن تا افغانستان به عنوان حکومت فعلی افغانستان، ولو هر کسی که باشه، در سطح قرار بگیره که در معادلات بزرگ در سطح بین الملل با همگی بر مبنای موازین بین الملل تعامل کرده بتونه. فقط این یک روند ظرفیت سازی هست. سپاسگزارم. برمیگردم آقای افغان، خیلی مسئله مهم آقای حیدرزاده اشاره کرد و در همین رابطه سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفته که بهترین الگوی حکومتداری برای طالبان مردم سالاری دینی است و ظاهرا دیده میشه که کلید مشروعیت بین المللی هم خب در داخل افغانستان نهفته است. باید مراجعه شود به مردم وقتی مردم حمایت خود را از حکومت اعلام بکنه و حکومت بر مبنای خواست مردم شکل بگیره، دیگه بهانه‌ای هم باقی نمیمونه. چطور میشه که حق داده شود به مردم در تصامیم بزرگ و در تشکیل افراد و یا هم انتخاب افراد و اشخاص در رهبری؟ ببینین، امارت اسلامی فعلا حکومت را که تشکیل داده و در آینده این نوعیت انتخاب حکومت چیگونه می باشه، فعلا کدام ای تو مسیر مشخص را وضع نکرده که جهان بگویه که نه این ما نمی پذیریم یا ای است که مطابقت نمی کنه با مصالح دنیا. امارت اسلامی فعلا در هوا گذاشته، میگه در مراحل ابتدایی هستیم، این هم مسترد نکرده که مثلا به اساس شورای علما رهبرها را تعیین بکنه و یا ای است که حکومت تشکیل بده، و این هم رد نکرده که اساسی حکومت آینده را مثلا لوی جرگه تشکیل بده. حتی این هم رد نکرده که حکومت آینده مثل حکومت ایران نیمه انتخاباتی باشه که یک تعداد از زعما و مرشدین اعلی از طرف طبقه دینی انتخاب شوه و یک تعداد دیگه هم از طریق انتخابات یا انتخابات ولایتی باشه یا وسط کشور باشه. حتی انتخابات مطلق هم فعلا یا رد نکرده که ما نمیپذیریم. لذا این قبل از وقت است که در ظرف 4 ماه یا حتی یک سال ما ایتو توقعی داشته باشیم که در ایتو یک حکومتی که با بسیار مشکلات روبرو باشه، خصوصا مشکلات اقتصادی با پابندی های و دیگه تحریم های جهان مواجه باشه، فعلا ای تو یک زمینه را مساعد بسازه که یا دیگه حکومت مثلا از طریق مردم انتخاب شود. شما ببینید امریکا که آمد در 2001 یا اشغال کردن افغانستان، اگر ما ببینیم هم حکومتی که یا تشکیل دادن در 2002، ولی انتخابات از یا در 2004 صورت گرفت، یعنی تقریبا در بینش دو سال فاصله بود. فاصله ای بود که در اوجه میلیارد ها دلار آمده بود
تمام سیستم در دست خارجی ها بودن، ولی پس از 4 سال یا موفق نشدن انتخابات را تشکیل بدن که او ممثل و انعکاس دهنده آرای مردم باشه. حتی در 20 سال یا نتونستن، سال به سال سیستم از پیششان خراب می شدن و ویران می شدن و نهایتا شما دیدین که رئیس جمهوری از یا نتونستن حتی حداقل 1 میلیون رای کسب بکنن، با وجود از اینکه تمام امکانات بود، تمام سیستما بود، حتی از ملل متحد میلیاردها پیسه به خاطر کمیسیون انتخابات و به خاطر برگزاری انتخابات مختص بود. چگونه یا از امارت اسلامی مثلا توقع داره که فعلا در ایتو یک وضعیتی که حساس هست، قسمی که مثلا یا میگوین امو تو یک حکومت را تشکیل بده؟ ولی خب آقای افغان، بسی است که امی حکومت موقت یا حکومت سرپرست باید موعدش مشخص باشه که تا چی وقت هست و این چی گونه یک راهکاری را برای گذار شکل میده و چی گونه باید حکومت بعدی در موردش تصمیم گرفته شود. خب باید روی این مسائل کار شود یا نشود و این فرصت را داره امارت اسلامی یا نه؟ ببینین فعلا در این شرایط سخت است که امارت اسلامی بگوید در از یک طرف هیچ کشور با یا تعاملات رسمی را شروع نکرده، هیچ کشور ایا را به رسمیت نشناخته، تابال پیسه شان وا نشده، و یا مثلا بگوید که ما یک سال بعد میکنیم، جهان میگوید که یک سال بعد هم یا زیر فشار داشته باشین، پس از او باز دیگه باز اگر مثلا نویت حکومت تشکیل میده ممکن صد بانه دیگر را پیش بکنه، یا ایتو چهره های خاص مقدم بسازه، یا یک سمبول خاصی که یک نسخه غربی باشه او را برشان پیش بکنه. فکر میکنم که در ایتو یک وضعیت فعلا مشکل است که ایا میادش تعیین بکنه و برشان بگه که در مقدار وقت، ولی به اساس ضرورت افغانستان اداره فعلی سرپرست است. وقتی که مردم افغانستان و حکومت افغانستان ایره درک کرد که فعلا با مشکلات مواجه نمیشیم، کشورهای دیگه اگر مثلا مداخله بکنه وضعیت بحرانی تر نمیشه، ممکن باز انتهایش اعلان بکنه. ولی خب فکر میکنین خب وقتی حکومت سرپرست باشه، زمانش هم مشخص نباشه و امارت اسلامی هم در تلاشی باشه با همین حکومت سرپرست بگه که ما را جهان به رسمیت بشناسه، چون این چیز چقدر فکر میکنین ممکن باشه و ممکن به نظر برسه؟ ببینین امریکا که وقتی اشغال کرد یه حکومت تشکیل داد، در اول یک ماه نگذشته بود که تمام جهان او را به رسمیت شناخت. آیا مثل امارت اسلامی اینقدر دستاوردها داشت؟ ولی جهان موافق بود، او آورده بود، شانده بود، قمانده کرد، تمامیشان را شناخت. حالی که این حکومت به مزاجشان برابر نیست، میگه که والا این را ما نمیشناسیم. این اساس نیست. ببینید چقدر کشورهایی که در جهان به رسمیت شناخته میشه، یک کشور حتی امو کودتای نظامی میکنه، نظامیانشان هم میخیزه. مثلا مصر اگر ما به طور مثال بگیریم، سری مرسی یا خیستن کودتای نظامی کردن بدون از اینکه سیسی امو مدت حکومت خود اعلان بکنه، و یا بدون از اینکه حکومتی که فراگیر باشه و یا به اصطلاح حکومتی که توسط رای مردم آمده باشه، در ظرف چند حتی تمام کشورها امو رسمیت خود سلب نکرد، امو حکومت به رسمیت شناخت و به مرور زمان تمام مخالفین خود در زندان انداختن. حتی مرسی که رئیس جمهوری منتخب کشور بود در زندان جان خود باخت و صدها و هزارها نفر ناپدید شدند، در تظاهرات بسیار به شکل وحشی کشته شدند، ولی حکومتشان به رسمیت شناخته شد. حالی این بهانه‌ای که تنها به خاطر افغانستان میکنه و به دیگه کشورها مستثنا باشه، فکر میکنم که این بی‌انصافی است. سپاسگزارم آقای اکبری. اگر جنبندی بکنیم با شما، فکر میکنین که جهان این جرأت را بکنه که اگر آقای افغان میگه که فرصت دهی فرصت کم نمیشه که امارت اسلامی مشخص بکنه که ما انتخابات برگزار میکنیم یا چگونه، چون مسئله خیلی مشکل است، اگر همین گونه ادامه پیدا بکنه حکومت سرپرست و درباره مشروعیت داخلی تلاش جدی صورت نگیره، کشوری جرأت بکنه برای به رسمیت دادن امارت اسلامی؟ همانی صاحب، میخوایم چند تا گپ مهم نسبت به رسمیت داخلی بندلین نسبت به امارت اسلامی داشته باشم. اول کوشش باید شود که یک حکومت فراگیر که حکومت چتری شود به خاطر تداوم بقا، به خاطر تداوم قدرت. وقتی که شما به اصطلاح به خاطر آینده سیاسی تان، وقتی که شما به اصطلاح یک قدم یا یک گام گذاشتین که اقناع داخل حاصل کردین، مشروعیت داخل کسب کردین، طبعا دنیا میفهمه که واقعا شما به عنوان یک سیاست برجسته امروز شما در سطح بین‌الملل میتونین که مقابله یا مجادله کنین. سیاست تقابل یا سیاست رویارویی من فکر میکنم که به ضرر طرفین است. این طرف به ضرر امارات اسلامی است، اون طرف هم به ایالات متحده آمریکا است. ایالات متحده آمریکا فعلا تلاشش به این است که مبادا سیاست به اصطلاح کلید شناسایی امارات توسط چین یا توسط ایران یا توسط کشورهایی که فعلا به اصطلاح تضاد منافع آمریکا هستند توسط از اینا گره بخوره. اینا یک مقدار به اصطلاح متلاشی شدن، یک مقدار به اصطلاح نگرانی است، نگرانی شک و تردید در وجودشان است و این موارد باعث میشه که ایالات متحده آمریکا
تلاش بکنه و حتی به جامعه جهانی، به جامعه جهانی به اصطلاح به جامعه جهانی بگه که شما فشار اقتصادی بیارین، فشار به اصطلاح پولا را هیچ وقت از انجماد از منجمد نکشین و یک مقدار تعزیرات بالای امارت اسلامی بیارین که اینا پس دوباره به اصطلاح هر چی که ما گفتیم او را قبول کنه. ولی چیزی که برای مردم افغانستان قابل قبول است، برای شهروند افغانستان، ما تلاش ما باید باشه که همه چیز از حالت پروژه‌ای بکشیم، همه چیز تبدیل کنیم به یک پروسه. شما ببینید وقتی که فاصله زمانی مطرح میشه، وقتی که بحث انتخابات مطرح میشه، وقتی که بحث از این مطرح میشه که مثلا شما به انتخابات یعنی زودنگام نشه، انتخابات ممکن دیرنگام شود، اینجا بحث مردم مطرح است، بحث که نو نظام مطرح است، این اکثری موضوعاتی است که اینجا به اصطلاح وقت تلفی میشه. فعلا شرایط اساس است، فعلا تو به اصطلاح در میدان دنیا است، دنیا فعلا نظارگر هستند. هر قدر ما ولی اگر مشخص شود آقای اکبری، بحثی است که اگر حداقل مشخص شود، قانون ساخته شود برای آینده افغانستان، قانون اساسی، و در آنجا بگوید که زعیم بر مبنای انتخابات برگزار میشود، ولی حداقل 5 سال مثلا حکومت موقت باشه، مردم مشکل نداره، ولی حداقل بسی است که همین بنیه های اساسی برای این حکومت داری باید مشخص شود. دقیقاً چون چیز نیاز جدی نیست. دقیقاً بدون تردید امیال ما فعلا بحث قانون اساسی یک بحث داغ است، یک بحثی است که به اصطلاح ما باید قانون اساسی داشته باشیم. قانون اساسی باشه که شهروند مطابق به قانون اساسی به اصطلاح حرکت کنه، از او به اصطلاح عدول نداشته باشه. متاسفانه بدبختانه ما در شرایط قبلی ما قانون اساسی داشتیم، ولی اون قانون اساسی به اصطلاح یک مقدار در تعارض با دیدگاه‌های مردم افغانستان بود، یک سری ماده هایی بود که به اصطلاح او در تعارض با ایده یا با ایدئولوژی مردم افغانستان بود. ما امیدوار هستیم که اینا کوشش کنن واقعیت عینی جامعه را درک کرده قانون را بر مردم افغانستان پیشکش کنن. اگر به اصطلاح بحث لوژرگان مطرح میشه، لوژرگان به اصطلاح میتونه که امور رضایت یا قناعت همه اقوام و اقشار جامعه باشه که شما یک کسی را به عنوان زعیم انتخاب کنین، باز بحث انتخابات به اصطلاح یک پروسه بعدی است. بله. و جهان هم تاکیدش به خاطر از این است که بحث به اصطلاح انتخابات مطرح میکنه، انتخابات بهترین گزینه است. انتخابات به اصطلاح یک فرآیند یا یک پروسیجری است که در اونجا همه مردم افغانستان خود میبینه و به اصطلاح به اساس انتخابات، به اساس همو حق رایشان که حقوق برشان داده، به اساس از اون میرن زعیم خود انتخاب میکنن. ولی من فکر میکنم که امارت اسلامی تلاشش به این باشه که هر چی عاجلتر یک گزینه‌ای را در میز بگذاره که او گزینه به اصطلاح بتونه رضایت مردم افغانستان فراهم کنه، رضایت جهان فراهم بسازه که مو بحث شناساییش است. وقتی که اینا بحث شناساییشان به اصطلاح کنار زده شد، دنیا اینا رو به رسمیت شناخت، طبعا اینا باعث میتونن که به اصطلاح اون چی مردم توقع داره که بحث انتخابات است، بحث به اصطلاح همه پرسی مردم است که نو نظام چگونه باشه، مشروعیت به اصطلاح ملی داخلی است. این موضوعاتی است که با این بستگی به بعدها دارم. امیدوار هستم که در قدم نخست بحث این وضعیت اقتصادی افغانستان، از همه مهمتر بحث وضعیت اقتصادی، بعضی واقعیت های عینی جامعه است که امیر امارات اسلامی، من امیدوار هستم که اینا درک کرده با مردم افغانستان دوشادوش در کنار هم بتونن یک نظامی را بسازن که نظام پاسخگوی همه نیازمندی های مردم افغانستان باشه. دارم آقای حیدرزی، باورهایی است که در 40 سال گذشته حکومتی که در افغانستان شکل گرفته همه شمول نبوده، حالا فکر میکنین چرا جهان روی امیک کلمه زیاد تاکید داره و ظاهرا گروگان گرفته؟ خب چیزی که من تحلیل دارم از این صحبت هایی که عنوان میشه، بحث دیکته هست، به این معنا که اگر در همسایگی ما کشورها که میشه کشورهای همسایه ما پیشنهادات را ارائه میکنن مبنی بر ای که همه شمول باشه، مثلا اگر به شکل اخذ خدمت شما عرض بکنم، در صحبت های اخیر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امی بحث مطرح شد، ولی فکر کنم که بیشتر برمیگرده این پیشنهادات بر دکته یک تعداد افرادی که مثلا در گذشته ها تانستن بر منافع از اونها کار بکنن. برای من خیلی جالب است که در صحبت های یکی از مقامات ارشد امارات اسلامی عنوان میکنه که برای ما از 11 تا 15 نام از طرف ایالات متحده امریکا داده شد، که شاید برازو تعداد کسا خود ایالات متحده امریکا ویزا نده. بنان به نظر من دکته یک تعداد افراد از طرف ایالات متحده امریکا یا جامعه جهانی یا کشورهای همسایه یک مقدار دور از انصاف است. به نظر من اجازه بدین یک پروسی، ولی وقتی که فکر میکنید که اپا ویزا نمیده، بله امی افراد را که شما میگین که امارات اسلامی هم گفته که تا به این افراد ویزا نمیده، ولی میگه که میره شما در حکومتان شریک بسازین، یعنی به دنبال ضعیف کردن حکومت هستن با این گونه راهکاری که به پیش گرفته. خب یک چیزی را که اونا دنبال میکنن طبعا منافع خود است، برازی که در داخل هسته حکومت یک کسی را داشته باشن به عنوان از این که منافع از اونا را بتونه دنبال بکنه. متاسفانه امور هم که شما گفتین در 40 سال اخیر در همه حکومت ها در ادوار مختلف متاسفانه ما بحث
ستون پنج داشتیم و کوشش میکنه تمام کشورها حتی ایالات متحده آمریکا در بحث اخیر که چهره هایی را مثلا در داخل حکومت داخل بکنن که برای خود از اونا از لحاظ تعهد یک مقدار مفهوم پیدا بکنن. ولی به نظر ما اگر واقعا ایالات متحده آمریکا و جهان میخواهد که یک حکومت فراگیر در افغانستان به وجود بیاید، فکر کنم روی نقصه های کار صورت بگیره که از متن جامعه افرادی که در گذشته مثلا ملوث نبوده، متهم نبوده و متهم به حقوق، مسائل حقوق بشری، متهم به فساد، متهم به مسائل مختلف اخلاقی و دیگه نبوده، از بین جامعه ما ببینیم. امیال در افغانستان فعلا ما شما که صحبت میکنیم، امی در کابل ما شما کادرهای بسیار ورزیده وجود دارد، میتونه ظرفیت سازی صورت بگیره و به ایمان یک روند ملت سازی توام جزی از یا اساس یا بنیاد برای دولت سازی است. وقتی که ما یک ملت بودیم میتونیم یک دولت خوب داشته باشیم. بنان میشه که به عنوان یک روند دولت سازی ما بتونیم سرمایه گذاری بکنیم روی پروسه سازی و روی کادرهای کار بکنیم که از اقشار و اقوام مختلف بوده باشن و ملوث هم نبوده باشن، بتونن بیاین مصدر خدمت شوند. جوانا، جامعه مدنی، فعالین سیاسی و حقوقی میتونه خود مطرح بکنه و امارات اسلامی هم فکر نکنم که قدر مخالف بوده باشه. اگر در سطح سیاسی میخواین مثلا مسائل وزارت ها و ریاست های عمومی اینا رو اگر بر خود اختصاص بدن، حداقل در بخش که میتونه کادرا کار بکنه بر از اونها زمینه رو فراهم بکنن. فکر کنم که به شکل مطلق ما حداقل سراغ از این ندارم که اونها ممنوعیت ایجاد کرده بوده باشن. بنان امی حکومت همه شمول باید از داخل ظرفیتی که فعلا ما در افغانستان داریم از این شکل بگیره، به نظر من خوبتر است تا دیکته اشخاص و افراد و چهره های مشخصه که مربوط به جنای شرق و غرب بوده باشه. سپاسگزار هستم آقای افغان سرکوتا. در جنب در آخرین پرسش از شما میخوام بپرسم، اگر واقعا چنین شود که جهان ادامه بده بر همی فشارهایی که وارد کرده بر امارت اسلامی و به رسمیت هم شناختن نشه، چی گونه میبینین این در ضرر کی خواهد کرد بیشتر، مردم، حکومت یا کشورهایی که اقدام نمیکنه برای به رسمیت شناختن؟ بدون شک که نه حکومت ضرر میبینه و نه جهان هم شاید ضرر نبینه، متضرر مردم افغانستان است. مردم بیچاره افغانستان که پیسهشان منجمد است و دیگه پابندی ها و تحریم ها است، یا مثلا وظیفه ندارن، کاروبار ندارن. و اگر جهان مدعی از حقوق بشر است، باید بشریت افغانستان هم مد نظر بگیره. بس از 20 سال یارا به بمباردمان کردن، به نامهای مختلف کشتن، حالا نکنن که به اساس فشارهای اقتصادی یارا از گرسنگی از بین ببرن. خیلی تشکر از حضور مهمانان گرامی، آقای عمران افغان تحلیلگر مسائل سیاسی، آقای جبار اکبری فعال سیاسی و آقای دکتر نصر احمد حیدرزی آگاه روابط بین الملل که از استرالیا روی خط اسکایپ بود. از حضورتان خیلی تشکر. سپاسگزارم از شما بیننده های عزیز که بیننده این بحث بودید. وقتتان بخیر.